حق با شماست آقا. نوشته عزیز نسیم. یک پارچه احساس و ذوق بودم. از اینکه موفق شده بودم برای معلمی در یکی از دهات‌های دورافتاده استخدام بشوم، از شادی روی پایم بند نمی‌شدم. موقع حرکت دو تا چمدان پر از کتاب و یک قلب پاک که به اندازه تمام ثروت جهان ارزش داشت همراه خودم به محل مأموریتم بردم. دهاتی‌ها با کمال خوشرویی و سادگی از من استقبال کردند و کت خدا دو تا اتاق کاهگلی که بالای طویلش ساخته بود برای تأسیس مدرسه در اختیارم گذاشت. کارم را با حسن نیت کامل شروع کردم، اما به زودی متوجه شدم کارم آنقدرها هم که فکر می کردم راحت و بی درد سر نیست. دهاتی ها دختران خود را اصلاً به مدرسه نمی فرستادند و خواندن و نوشتن را برای دخترها ضروری نمی دانستن. بیشتر دهاتی ها هم پسران خود را در قسمت کشاورزی و دامداری مشغول کار می کردن. یک روز کت خدا و پیش نماز مسجد و چند نفر از ریش سفیدها را به مدرسه دعوت کردم و گفتم همشهری های عزیز، ترقی مملکت بستگی به پیشرفت فرهنگ و علم و دانش دارد. کشاورز باسواد بهتر میتواند از خاک و آب و روستایش استفاده کند و محصول بیشتری برداشت نماید. یک زن باسواد در امر خانه‌داری و تربیت اولادهای خود موفق تر است. همه با هم گفتند حق با شماست آقا. وقتی دیدم همه موافق هستند و زمینه برای ارشاد آنها آماده است، صریح‌تر و واضح‌تر به حرفم ادامه دادم و گفتم اگر دخترها درس نخوانند آن خانواده کامل نیست، چون زن است که مرد را کامل می‌کند. کت خدا درست میگم یا نه؟ کت خدا جواب داد حق با شماست آقا. این دفعه به پیش نماز آبادی گفتم حضرت آقا، مگر پیامبر بزرگ ما نفرموده از طلب علم برای هر مرد و زن جزء فرایض است؟ پیش نماز آبادی هم حرف مرا تصدیق کرد، گفت حق با شماست آقا. با این ترتیب مطمئن شدم که از فردا شاگردان زیادی به مدرسه خواهند آمد. به مناسبت این پیروزی بزرگ به هر کدام از میهمانها یک چایی داغ دادم و خوشحال و خندان آنها را تا جلوی در بدرقه کردم. آن شب را تا صبح در احلام و آرزوهای شیرین گذراندم و پیش خودم میگفتم تا کنون کسی پیدا نشده مطلب را به آنها بفهماند و الا حرف حساب را همه قبول میکنند. دو سه روز گذشت، از شاگرد جدید خبری نشد. هنوز امیدوار بودم و توی دلم می گفتم لابد دارن با هم مشورت می کنن و منتظر هستند به جای بچه هایی که چوپانی می کنن و به کار کشاورزی مشغولند افراد دیگری بگذارن. اما یک هفته که گذشت و شاگرد جدیدی نیامد، امیدم قطع شد. دوباره کت خدا و پیش نماز و ریش سفیدها را به مدرسه دعوت کردم، اما هیچ کدامشان نیامدن. خیلی عصبانی شدم ولی از رو نرفتم. یک روز عصر به خانه کت خدا رفتم. با هر زحمتی بود جلوی عصبانیت و ناراحتی خود را گرفتم و خیلی آرام و ملایم گفتم آی کت خدا، شما رو به مدرسه دعوت کردم، چرا نیومدی؟ من به خاطر شما و برای خدمت به مردم این آبادی حاضرم شب و روز کار کنم، شما چرا نمیخواید استفاده کنید؟ کت خدا هم با ادب و ملایمت زیاد در حالی که سعی میکرد رعایت احترام مرا بکند جواب داد حق با شماست آقا. از رفتار و حرکات کت خدا معلوم بود خودش کاملا با این جریان موافق است. حد زدم اشکالاتی در کارش است، شاید نمیتواند به مردم آبادی مطلب را بگوید. به همین جهت گفتم کت خدا، شما مردم آبادی را در یک جا جمع کن، من خودم برای آنها صحبت میکنم.
در این جور کارهای اجتماعی اگر مردم دست جمعی تصمیم بگیرند بهتره. کت خدا باز هم با یک جمله خشک و کوتاه جواب داد که حق با شماست آقا. گفتم کت خدا، من به تنهایی نمیتوانم کاری انجام دهم و اگر شما کمک نکنید زحمات من به هدر میرود. باز هم کت خدا گفت حق با شماست آقا. از جوابهای کوتاه و خشک کت خدا چیزی نمانده بود از کوره در بروم، ولی به زحمت خودداری کردم و گفتم ببین کت خدا، هفته پیش شما را دعوت کردم، حرفهای ما را زدیم و تصمیم گرفتیم، ولی شما روی حرف خودتان نایستادید. این درست نیست. کت خدا که میگویم خیال نکنید که یک پیرمرد 60-70 ساله، نه. کت خدای ما مردی است بلند قامت و قوی هیکل و سنش در حدود 30 سال میشود. خیلی هم خوش صحبت و بزدگو و حاضر جواب است. اما نمیدانم چرا در جواب من فقط همین یک جمله را تکرار میکند که حق با شماست آقا. از فردای آن روز به جای اینکه دخترها هم به مدرسه بیایند، از تعداد پسرها هم کم شد. مستخدم مدرسه را به خانه کت خدا فرستادم و از او تقاضا کردم به مدرسه بیاید. اما این بار هم نیامد. مجبور شدم دوباره به خانه کت خدا بروم. کت خدا مثل سابق از من با خوشرویی استقبال کرد. گفتم کت خدا، خواهش میکنم کاری بکن که هفته یک روز تعدادی از ریش سفیدهای آبادی به مدرسه بیاین و ما درباره مشکلات کارها با هم مشورت کنیم. از قدیم گفتن که یک دست صدا نداره. کت خدا با دقت و علاقه به حرفهای من گوش میداد، سرش را به علامت تصدیق تکان داد و گفت حق با شما ساقا. کاملا اطمینان پیدا کردم که کت خدا از هیچ کمکی برای پیشرفت مدرسه خودداری نخواهد کرد. اما نتیجه برعکس شد. هر روز تعداد پسر بچه ها هم تحلیل می رفت. چیزی نمانده بود که از ناراحتی و عصبانیت منفجر شدم. دولت به من حقوق می پردازد که به بچه ها درس بدهم. وقتی بچه ها از درس و مدرسه فرار می کنند، تکلیف من چیست؟ این پول حرام است. باز هم رفتم پیش کت خدا و عقده دل را خالی کردم و گفتم کت خدا، به من طوری نمیشه، به خدا که شماها ضرر میکنید. گفت حق با شماست آقا. گفتم من حقوقم رو میگیرم و به جای درس دادن استراحت میکنم. این پول از جیب شماها در میاد و بچه هاتون هم بی سواد میمونن. گفت واقعا که حق با شماست آقا. گفتم پس قبول داری که اشتباه میکنید؟ گفت بله آقا، کاملا واضحه، حق با شماست آقا. وقتی از کت خدا نتیجه نگرفتم، خانه به خانه سر زدم و با مردم آبادی، پدرها و مادرها صحبت کردم. تمامشان آدمهای فهمیده و باشعوری بودند. همه حرفهای مرا تصدیق میکردند و میگفتند حق با شماست آقا. اما از فرستادن بچه ها به مدرسه هیچ خبری نبود. یک روز صبح یکی از شاگردانم در حالی که سرش را با پارچه بسته بود به مدرسه آمد و پرسیدم پسر چرا سرت را بستی؟ جواب داد سرم مرض کچلی گرفته. با ناراحتی سوال کردم پیش دکتر رفتی؟ گفت نه خیر آقا، پدرم کمی لاس گاو به سرم مالیده. دست پسره رو گرفتم و بردم پیش کت خدا. در حالی که از خشم و ناراحتی میلرزیدم گفتم کت خدا. گفت بله آقا. گفتم سرپرست این آبادی تو هستی اینطور نیست؟ گفت بله آقا. گفتم کجای دنیا آدم ها روی سر بچه ها کثافت گاو میماله؟ مگر ما در دوران قبل از تاریخ زندگی میکنیم؟ این کارهای خلاف چیه؟ با کت خدا و پسره رفتم پیش پدر بچه. مدتی با زبان ساده درباره بهداشت برایش حرف زدم و مضرات این کارها را شرح دادم. هم کت خدا و هم پدر بچه گفتند حق با شماست آقا. چون کارم در مدرسه کم بود به فکر افتادم نسبت به سایر کارهای بهداشتی و راهسازی و کشاورزی به مردم خدمت کنم.
آب چشمه‌ای که از زیر تپه‌های بالای آبادی بیرون می‌آمد و از وسط دهکده می‌گذشت طوری آلوده بود که برای مریض کردن یک لشکر سرباز کفایت می‌کرد. زن‌های آبادی توی این آب لباس‌های چرک و حتی کهنه بچه‌هایشان را می‌شستند. گاوها و خرها برای آب خوردن داخل این آب و جوی می‌رفتند و آن را آلوده می‌کردند. با این حال مردم از این آب برای آشامیدن و پختن غذا هم استفاده می کردن. چندین جلسه ریش سفیدهای آبادی را جمع کردم و درباره آلودگی آب و مضرات آن مدتی برایشان حرف زدم. همه حرفهای مرا تصدیق کردند و گفتند حق با شماست آقا. چند جلسه هم راجع به حفاظت جنگلها و نگهداری از مراتع صحبت کردم. باز هم حرفهای مرا تصدیق کردند، اما از عمل آنها خبری نبود. یک روز جمعه که تمام مردم آبادی از زن و مرد 7 ساله تا 70 ساله توی مسجد برای ادای نماز جمعه جمع می شدن به مسجد رفتم. قبل از شروع خطبه های نماز مدتی برای آنها صحبت کردم و گفتم به مأمورین مالیات رشوه ندهید، به ژاندارم ها حق و حساب نپردازید، حقوق دولتی خودتان را به خزانه دولت بدهید، نفس از کسی در نمی آورید. طوری به حرف های من گوش می دادند و گفته های مرا تصدیق می کردند که حتم کردم این دفعه موفق خواهم شد، ولی اشتباه کرده بودم. این مردم با همان سادگی که حرفهای مرا تصدیق می کردند به همان سرعت هم همه چیز را فراموش می کردند و همان کاری را که دلشان می خواست انجام می دادند. تصمیم آخری را گرفتم. یک روز نزدیکی های غروب به محلی که می دانستم کت خدا از آن جاده به طرف خانهش می رود رفتم. سر راه او ایستادم. وقتی کت خدا آمد خیلی جدی و قاطع گفتم کت خدا بیا جلو، کارت دارم. بدون اینکه عکس العمل نشان دهد به طرف من آمد. منظورم این بود که او را به کنار رودخانه ببرم و در جایی که هیچ کس صدای ما را نمی شنود حسابم را با او تسویه کنم. گفتم کت خدا بیا بریم کنار رودخانه کمی قدم بزنیم. کت خدا هم خیلی جدی جواب داد نمیام آقا، کار دارم. یقه کت خدا را گرفتم و به سرش داد زدم که چرا نمیای؟ کت خدا قوی هیکل و گردن کلوف بود و خیلی صاف و ساده جواب داد از قیافه شما معلومه که میخواهید مرا کتک بزنید. کت خدا به قدری قوی تر از من بود که اگر یک مشت به من میزد کلکم کنده میشد. دستش را گرفتم و با همون خشونت گفتم کت خدا خوب گوش بده ببین چی میگم. کت خدا حرف مرا قطع کرد و گفت آقا هر چی که شما بگویی حق با شماست. به سرش داد زدم. گفتم چرا همش میگی حق با شماست؟ بگو حق با من نیست تا ناراحت بشم. گفت آقا مگه میشه حق را ناحق گفت؟ یک دفعه بدون اینکه اختیارم دست خودم باشد به طرف کت خدا پریدم و او را زیر باران و مشتلگت گرفتم. کت خدا بدون اینکه بخواهد با من مبارزه کند حالت دفاعی گرفت و با التماس میگفت آقا نزن، حق با شماست، آقا ما مقصریم. داد زدم گفتم بگو حق با من نیست تا بتوانم حقم را ثابت کنم. اما کت خدا فقط همین یک جمله را تکرار میکرد به خدا آقا، به خدا حق با شماست آقا. مثل کسی که به مرض تب و لرز مبتلا شده باشد روی زمین افتادم. چیزی نمانده بود که بیهوش شوم. کت خدا کنار من زانو زد و با صدای گریه‌آلودی گفت آقا عصبانی نشو، قربانت برم، ناراحت نشو، حق با شماست. این دفعه من شروع به التماس کردم. قربان و صدقه کت خدا می رفتم که کت خدا تو را به خدا قسم، تو را به ناموست قسم، به من راستشو بگو. اگه من حق دارم و درست میگم چرا دختراتونو به مدرسه نمی فرستید؟ گفت آقا چجوری دخترامونو به مدرسه بفرستیم؟ تا با پسرا توی یک کلاس درس بخونن.
اسم این دخترا به بدی در میاد و ما موقع شوهر دادناشون نمیتونیم شیربهای خوبی بگیریم و بیخ ریش ما میمونه. گفتم خب این یه حرفیه. در مورد مالیدن کثافت گاو روی زخم بچه ها چه حرفی داری؟ گفت آقا ما هم میدونیم این کارا ضرر داره ولی چاره نداریم. دوا و دکتر توی آبادی پیدا نمیشه و اگر بخوایم به شهر بریم خرج زیادی داره. به همین جهت مجبوریم با این کثافتکاری ها دردمان را علاج کنیم. گفتم اینم به جهنم. چرا چاه حفر نکردیم و مردم از این آب آلوده استفاده میکنن؟ گفت آقا اگر چاه حفر کنیم بچه ها و حیوانات ما میفتن توی چاه. گفتم خب درب چاه رو ببندی. گفت بچه ها نمیگذارن. اگه درب چاه از فولاد هم باشه میشکننش. اینجا محیط دهاته، جلوی بچه ها رو که نمیشه گرفت. گفتم کت خدا مرگ من، نگفتم زنها لباس کثیف و کهنه بچه های کوچیک رو در سر قنات نشورن و ببرن توی رودخانه پایین آبادی بشورن، اینو چرا عمل نمی کنن؟ گفت قربان حق با شماست، اما چون رودخانه راهش دوره و زنها هم تنبل هستن نمیرن، من هم نمیتونم مجبورشون کنم. میرن از دستم شکایت میکنم و میگن که کت خدا قانون وضع کرده و مرا از کت خدایی میاندازن. کم کم داشتم قانع میشدم که حق با کت خداست که پرسیدم چرا این همه زمین توی آبادی لم یزرع مونده و چیزی نمیکارن؟ کت خدا گفت آقا حق با شماست، اما کاشت زمین ها پول لازم داره. شخ زدن، تخم پاشیدن، آب دادن، درو کردن، اینا پول میخواد. از طرفی چشم مردم آبادی تنگه. هر کس زیاد کار بکنه و پول و درآمد زیاد داشته باشه بقیه بهش حسودی میکنن. یک سال من تمام این زمین ها رو کاشتم، حاصل خوبی هم برداشت کردم، ولی تمام اهل آبادی با من دشمن شدن و خرمن من رو آتش زدن. گفتم خیلی خوب کت خدا، همه اینا رو قبول دارم، فقط بگو چرا به مأمور دارایی رشوه میدی؟ گفت اگر ندیم نمیشه. طبق قانون خانه های آجوری سالی 10 لیره و خانه های کاهگلی سالی 2.5 لیره باید مالیات بدن. وقتی ما برای هر خانه آجوری 1 لیره رشوه میپردازیم، مأمور به اسم خانه کاهگلی آن را ثبت میکنن و 2.5 لیره مالیات می دهیم. در نتیجه 6.5 لیره سود می بریم. ما می دانیم این کار غلط است، ولی چه کار کنیم؟ 10 لیره مالیات زیادیه و ما قدرت نداریم بپردازیم. مجبوریم با کلک و حق بازی کارمان را بگذرانیم. گفتم خب کت خدا، وقتی برای کارهایتان دلایلی داری و به خیال خودتان درست هم هست، چرا به من می گویی که حق با شماست آقا؟ گفت چون حرفهای شما کاملا درسته، ما حرف شما را میفهمیم، ولی چون شما دلایل ما را قبول ندارید به همین جهت صدای ما در نمیآید. گفتم کت خدا یک سوال دیگر هم از تو دارم. گفت بفرمایید قربان. گفتم تو که از من خیلی قویتر و زوردارتر هستی، چرا این همه من تو را کتک زدم تلافی نکردی؟ کت خدا گفت اگر آقا من شما را کتک بزنم، شما شکایت میکنی و پدر مرا در میآوری، و اگر من بروم شکایت کنم که شما مرا کتک زده اید، هیچ کس به حرفم گوش نمیده. گفتم چرا؟ گفت خب معلوم است، چون شما مأمور دولت هستی و همیشه حق به جانب شماست آقا. خب دوستان، این بود داستان جذاب حق با شماست آقا، از سری داستان‌های طنز عزیز نسرین بزرگ. مرسی از اینکه ما رو تماشا کردید. لطف کنید ما رو سابسکرایب کنید، حتما اون زنگوله کنارش رو هم بزنید تا ویدئوهای بعدی و مرتون بیاد و بتونید ببینید. لطفا ما رو به دوستان کتابخونتون معرفی بکنید. اگر پیشنهادی هم دارید حتما توی کامنت ها برامون بنویسید. بسیار بسیار سپاسگزاریم از اینکه بیننده و شنونده کانال خودتون کتاب من است.